ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه بار اول در تاریخ شاهد بازی‌های 8-1 نهایی لیگ چمپیونای آسیا گردید. 17200 تماشابینی که به این میدان آمد از هنرنمایی دو دسته بهترین آسیای مرکزی استقلال دوشنبه و پرسپولیس لذت بردند. حالا فوتبال‌بازان دسته استقلال با پیراهن‌های سفید و آنها خواستند در دقایق اول به برتری صاحب شده به دروازه پرسپولیس گل زنند، ولی تجربه و امکانات‌های خوبی پرسپولیس با آن آورد که 20 دقیقه قسم اول آنها به برتری صاحب شدند و لحظه های گلزنی را به وجود می آوردند. حالا ببینید مورینی حسنوف دروازه‌بان جوان ما توانست که یک ضربه نهایت خطرناک را برگرداند، ولی در مقابل دیگر اسلام ظهیروف هم باز یک بازیکن جوان ما توانست به سوی دروازه حمید لک ضربه زند و حمید لک این ضربه را هم باز داشت که حالا ما و شما اینجا می بینیم. نبودن میشنکا محافظتگر در خط میونه همچنین نوردین داورونوف و محمد جون رحیموف احساس گردید. هرچند فوتبال‌بازان ما باز امکانات خوبی گلزنی را به وجود آوردند. در قسم اول اول بود وحدت هنانوف بسیار یک ضربه نیول اولی زد که قریب بود که تو بوری دروازه گردد، ولی مورد فردی حمید لک به او امکان نداد که این توپ را به طور دروازه زد. بار دیگر رو ببینید جس زیبا ضربه نیول سخت، اما حمید لک بسیار موقع خود را اشغال کرده بود و این توپ را داشته میگیرد. در مورد دیگر در این بازی که استقلال گذرانید خطی محافظتش از کنار چپ خوب بازی نکرد. در مرکز هم بازیگران ما یکدیگر رو خوب نمیفهمیدند. ویتالی لفچنکو امید داشت که در این وخوری بازیگرانی که او به میدان آورد همه سپورش هایی که او داده است اجرا میکنند، ولی در احیانا حالا ببینید اینجا قریب امید علی شاو بود که توپ را وارد توری دروازه کند و فوتبال‌بازان دسته پرسپولیس بسیار موارد خوب نشان میدادند. باز یک هجوم دسته استقلال در نیمه اول، باز حالا اسلام ظهیروف باز با سوی علیشر با علیشر بازی میکند و اینجا احتم نظرف باز یک پرتاف دیگر و باز ببینید محافظتگران چگونه پیش روی حملگری ما رو میگیرند. بسیار وضعیت های خوفناک رو آنها برطرف میکردند. این ضربه آخرین بود در قسم اول که حالا منوچهر سفروف با سوی دروازه زد و قسم اول هم با پایان رسید. 5 ضربه ما و 4 ضربه فوتبال بازی پرسپولیس با قید گرفته شد. مخلصان این حالت چگونه بود؟ این توی پرتوفته شده ضربه راست به دروازه خالی می رفت، ولی لارین این توب رو زده از میدان بیرون کرد. فوتبال بازی دسته پرسپولیس، اما این از کجا شروع شد این ضربه؟ اینجا مبادچایف با میدان بجای احتم نظرف آمده بود بجای محافظتگر، او خطا کرد، زود توب رو به بازی در آوردن بازیگران دسته پرسپولیس و توانستند که این ریزو اسدی بود از همه گذشت توپ رو به تروبی رسوند. تروبی باشه حالا ببینید او ضربه به سوی دروازه نمیزند، او توپ رو به میدان نزد دروازه هم میچد، اما این پرتافتش بسیار هم خطرناک بود و از بالای سر دروازه‌بان جوان ما مرین حسنوف وارد توری دروازه گردید. ما کوشش کردیم که حساب رو برابر کنیم. دقیقه آخر همه برتری بر جانب دسته استقلال بود. منوچهر سفروف یک ضربه عالی مستحکم میزند، ولی در جایش است حمید لک و این توپ رو برمیگرداند. اگر حمید لک شاید نمی بود در این روز ما توپ رو به طور دروازه روان کرده میتونستم، اما او دروازه بان است و باید این ضربه ها چون ضربه هایی که برگردانید باید برگرداند. آخرین ضربه کنجی است و فوتبال بازان ما همگی در میدان نزد دروازه قرار دارند و ضربه زده می شود و قامت بلند آن محافظتگرانی که در خط دفاع بازی میکنند خوب کار کردند و یک گزارش هم بود اینجا از جانب دیگر بازیکنان، ولی در مورد آخر امیربیک جورابویف این توپ رو گرفت. به هر نوع خط میانه ما با همدیگر خوب کار کرده نتوانستند. ما ادامه بازی هایی که استقلال در ریاض عربستان سعودی نشان داده بود در بازی های گروهی همون رو دیدیم، ولی اجرا کنندگان ناقصی کردند. یعنی نوردین داورونوف تبری گفتم، محمد جان رحیموف و محافظتگر میشنکو به این بازی میتوانستند دیگر یک شعله نو ضم کنند، ولی آنها نبودند و در نتیجه استقلال ما با مغلوبیت دوچار شد با حساب 1-0. این باخت برای مخلصان سخت نرسید، گویم همه خطا نمیکنیم، چون که دیر باز آنها در ورزشگاه باقی موندند و با سخنان آفرین استقلال فوتبال‌بازان را تسکین دادند و ما هم اگر گویم لفچنکا
در دقیقه‌های آخر به جای احتم نظروف به میدان مابچایف رو نمی‌برآورد و کسی دیگر هم شاید نبود که او به میدان برآورد، می‌خواست که قسمای اساسی به انجام رساند و در قسمای الوگی علاقه ترتیب بازی رو دیگر کند، اما به مراد نرسید و بازی در دقیقه آخر با گل زده طرز گفته مهدی ترابی به پایان رسید.